هر رفتار آگاهانه ای که به نیت گمراه کردن طرف مقابل انجام میشه دروغ. چرا نباید دروغ گفت؟ به نظرم میاد بیشتر دروغای ما از بدخواهیمون نیست، از اینجایی که فکر میکنیم کار خوبی از توش میاد بیرون. ما خیلی از دروغامون به خاطر فقط بهتر جلوه دادن خودمونه، لااقل اونا رو نگیم. آراستن یک کانوتیشن پازیتیو داره، ولی دروغ گفتن یک کانوتیشن نگاتیو داره. برای اینکه ببینید یه رفتاری اخلاقی هست یا اخلاقی نیست، بیاین فرض کنین که همه آدم‌های اون جامعه اون رفتاره رو انجام بدن، بعد ببینین که آیا اون رفتاره باز هم فانکشن خودش رو خواهد داشت یا نخواهد داشت. بنابراین من فکر می‌کنم اگه بزرگ فکر کنی دیگه دروغ گفتن اون فانکشن رو نداره. سلام، رضا هستم و امیدوارم حالتون خوب باشه. بریم برنامه رو با هم ببینیم. منم همینجا میشینم و تهش برمیگردم با هم دیگه نظراتتون رو مرور میکنیم. مراقب خودتون باشین، برنامه رو ببینیم. حالش بیشتره، احساس میکنیم فقط با در و دیوار، مراتون که همش داریم با هم حرف میزنیم، احساس میکنیم ناقل دیگه با در و دیوار فقط حرف نمیزنیم. آره یکی دیگه هم هست که داره گوش میده. به نظرم یواش یواش رضا رو بعد هر از گاهی بیاریم صندلی شه بعد نزدیک. آره بیاریمش تا زورمون بهش برسه بیاریمش. آره ببین رضا گفته من تو کادری که حسین علی رضا باشن نمیرم. چرا همین کادرش جدا کرده این رو میره فقط کلا مامال. ببین خیلی باحاله دیگه این صحبتی که داشتیم میکردیم، من توی یه تجربه شخصی ازش دارم که حالا برای دوستانی که اپیزود قبل رو تماشا نکردن فقط بگم که داشتیم در مورد قول دادن، دروغ گفتن. اشاره مستقیم نکردی؟ هنوز نکرد. این سری فهم خواهم اشاره مستقیم بکنم. در مورد قول، در مورد دروغ، در مورد صداقت، در مورد احترام، تعارف، همه اینا صحبت کردیم که انگار همشون هم یه جورایی به هم وصل نیست. آره یه جوری به هم. تعارف دروغه دیگه. آقا یکی بهت میگه میخوری؟ میگی نه. ببخشید این چایی میخوری؟ غذا میخوری؟ گرسنه‌ای؟ میگی نه. دروغه دیگه. من یه بار رفته بودم خونه دوستم، با یکی دوستم رود تریپ کردیم، از تگزاس، از هیوستن رفتیم کنتاکی، یعنی 26-7 ساعت رانندگی بود خب، و مثلا 3 روز طول کشید این رانندگی، و بعد خسته و کوفته روز آخرم یه تک رفتیم، خسته و کوفته رسیدیم خونهش. امریکایی بود پسره. بعد بهم گفتش که رسیدیم خونهش، خب معلومه ما همه یه وقت رو با هم بودیم، معلومه من گرسنمه، با هم بودیم چیزی هم نخوردیم. بعد گفت پیتزا میخوام سفارش بدم برات. نه مرسی. من گفتم نه مرسی، سفارش نداد برام. به به. بعد نشست جلوی شروع که پیتزا رو خوردن. بعد منو میگه آقا اینجوری نگاه میکنم، بعد آخرش اینجوری کردم، گفتم میدونی چیه، خیلی گرسنه و واقعا میخوام پیتزا. میگه خب بیا بخور، من که پرسیدم ازت، یعنی اصلا کانسپتشو نداشتم و من اونجا این چوبی که خوردم اومده داشتم. آقا تعارف اینجا اصلا جواب نمیده، اگه چیزی تو باید بگی. این ماجرای تعارف و حالا یه مقایم به احترام چیز میشه، منو اینو یه جوری دیگه تجربه کردم. من خوره خب خودم آشپزی میکنم، یه خوره رو غذا و اینا حساسم، بعد خیلی موقع یه جایی میرم خیلی غذاشون بدمزه است خب، بعد میفهمم این بنده خدا حالا مثلا خانم خونه بوده چی، همه اومدن گفتن چرا غذا خوشمزه، این واقعا فکر کرده غذاش خوشمزه است، چون همه برگشتن گفتن به به چرا خوشمزه است. مثلا یکی از کاری که رضا میکنه این چیه درست کرده. از این نظر خوب مطمئنی که فیدبکی که میگیری؟ آره آخه واقعا به نظرم، باز میگم ما جوری که خودمون رو ارزیابی، یه صحبتی کردیم یه بار، جوری که خودمون رو ارزیابی میکنیم توی انگار آینه ای هست که دیگرون به ما، اون ریفلکشنی هست که از دیگرون میگیریم. حالا این خیلی چیز خوبیه، این دوتا چیز رو من با هم دیگه تفکیک میکنم، ریفلکشن و منیپولیشن. فارسیشون چی میشه؟ چون ریفلکشن که میشه بازتاب، منیپولیشن میشه یه آدمی رو دستکاری کنی. دستکاری کلمه بدیه، ولی مثلا به یه سمت و سوی سوقش بدی. آره، که آره. اون چیز نیست. حالا میگم توی ریفلکشن تو با بهترین خودت اون تصویری که میبینی از حسین رو بهش میدی، مسئولش خودشه باش چی کار بکنه. خب تو منیپولیشن تو یه اجندای داری، یه هدفی داری، میخوای اونو به اون سمتی که تو فکر میکنی درسته یا خوبه یا منفعت خودته یا حتی بعضی موقع منفعت توه. خب مثلا پدر و مادرای ما خیلی ما رو منیپولیت میکنن، با گیلت فیلینگ ما رو به اون سمتی که میخوان میبرن، با تنبیه، با نمیدونم گول زدن، نمیدونم یه جوری حویج و چمار. آره یه جوری به اون سمتی که
برای تو خوبه میاد منیپولیت میکنه. به خاطر این ما همیشه فکر میکنیم یه کاسه زیر نیم کاسه هست، همیشه یه کسی داره یه چیزی میگه. ببین من میخوام تا این حد اکستریم برم جلو که ما یه خیشاوند نزدیکی داریم که این یه بچه شاید ناخواسته و شاید کوچکتر از بقیه بچه ها به دنیا آمد و برای که خانواده اینو ساکت بکنن همیشه چی کار میکردن؟ همیشه بهش ما تو شیرازی یه چیزی داریم اسم چاخان. چاخانی که میگن؟ آره آره نمیدونم، من خیلی کلمه رو استفاده میکنم. نه چاخان کردن معنی خالی بندی نمیده، چاخان کردن یعنی یه طرف رو یه جوری گولش میزنی که فلان این کارا رو بکنه. یه چیز مثبته. چاخان گفتنی که آره داری دروغ میگی، نه طرف رو یه جوری چیزش کن که کارش بیاد. مثلا بچه که مثلا داره سر و صدا میده، آقا مثلا یه دونه شکلات بهش بده ساکت شه، یه کاری بکن، این چیزی که میخواد بهش بده دهنش رو ببنده. مثلا این بچه به خاطر که کسی حوصله‌اش رو نداشت همیشه داشتن یه کاری میکردن که این ساکت شه، نیازش رو برآورده نمیکردن، همیشه داشتن چاخانش میکردن، همیشه داشتن اینو منیپولیتش میکردن. و ببین تا یه جایی پیش رفت که این توی سنی پارانویا گرفته، این دیگه حرف هیچ کس رو باور نمیکنه. یعنی دیگه الان هر کی بهش یه چیزی میگه در حدی که با دارو بخوره ها، چون میتونه زمینه‌های، نمیگم فقط این تنها عاملش بوده، ولی یکی از عوامل خیلی عمده این اتفاق بوده که ما حالا تو سطح جامعه ما یه پارانویای جمعی هم داریم. هیچ کی حرف هیچ کس رو باور نمیکنه، چون همیشه این احتمالی که آدم دروغ گفته باشه انقدر زیاده که ما تقریبا رو حرف همدیگه حساب نمیکنیم، بر اساس حرف همدیگه کاری نمیکنیم، میگیم این حرف زد معلوم نیست فردا بکنه. بنابراین این عدم پذیرش مسئولیت قولها که حالا این پخش میشه، تعارف میشه، احترام میشه، اینا انقدر پررنگه که تقریبا تو حرف میزنی واسه خودت، حرف میزنی منم حرف میزنم واسه خودم، حرف میزنم همه هم باورهای خودش رو دارن، اصلا انگار نه انگار. ولی ببخشید یکم دیکش بار حرفی شد، این ریفلکشنه اون چیزی است که من دارم تمرین میکنم تو دوستی هام، تو تعامل هام، با اینکه من با بهترین این آینه من میتونه هزار تا خط و خش داشته باشه، هزار تا بالا پایین داشته باشه، ولی من اگه سعی کنم بدون دخل و تصرف این ریفلکشن رو به تو بدم، رضا این کار رو بکنه، ده نفر دیگه از دوکن، تو تصویر بهتری از خودت داریم از اون غذایی که پختی. نمیگم تصویر من 100% درسته، نمیگم تصویر رضا درسته، اینا جمع اینا به تو یک داده ای میده، یک تفکر، یک بینشی میده. زمانی که بدونی کسی با یک حب و بغضی نیومده این کار رو با تو بکنه، با یک تلاشی برای تو رو سوق دادن به یه سمت این کار رو نکرده، تو اینفورمیشن دست اول داری میگیری با ایرادای خودش. اینو من فکر می‌کنم این ریفلکشن خیلی چیز مهمیه. نظر تو بگو، اگه یه جا رفتی همه دارن از یه غذایی که خیلی خوب نیست به بچه چه میکنن، تو چه جوری میگی؟ من رفع مسئولیت میکنم، هیچی نمیگم، مثلا در مورد ماستشون تعریف میکنم، شده میکنم مغازه خریدی چه نوشابه خوشمزه، در مورد دیزاین سعی میکنم دروغ اول نمیگم، این مهمترینه. آره. واقعا شاید اگر جاشو داشته باشم بهش فیدبک میدم، اگر جاشو داشته باشم، اگه فکر کنم صمیمیت یا شاید بعدم تنهایی، اگر صمیمیتم در اون حد باشه بهش فیدبک رو میدم، نه یه جایی که این برسش کنم، نه یه جایی که خوردش بکنم، ولی سعی فکر میکنم وظیفه، ببین من فکر میکنم وظیفه من، فکر کنم صدا رو خراب کردم، فکر کنم وظیفه من به عنوان یک دوست اینه که اون کارا رو بکنم. همونش که یه بار با هم دیگه داشتیم میومدیم، من همین کارو نسبت به تو کردم، گفتم حسین ایکس وای زی، من این نگاهو دارم، این حسو دارم، نمیخوام این حس رو با یه مانیپولیشن به یه سمتی برم که تو رفتارت عوض کنی، میخوام حالمو بفهمی، ممکن اشتباه دارم میکنم، ولی این فیدبک منه، تو هم جواب تو بده. من فکر میکنم قشنگترین کاری که تو این جور موقع میشه کرد اینه که تصمیم بگیریم که من در هر صورت خلاف واقع نمیگم، من واقعا دروغ نمیگم. واقعا قشنگه دیگه، آقا چرا باید دروغ بگیم؟ چون هی میخوایم یه سری چیزا رو به دست بیاریم، هی فکر میکنیم یه منافعی برامون داره، هی فکر میکنیم خودمون رو بهتر جلوه میدیم. بابا قبل از که بری جلو این سوال از بود، از نظر تو چرا نباید دروغ گفت؟ من به نظرم کارها غلط و درست نیستن، گناه و ثوابم نیستن، کارها مضر یا مفیدن و دروغ گفتن مضر. مشکلش فقط همینه. من به نظرم کسایی که دروغ میگن جهنم نمیرن، نمیدونم آتیش هم نمیریزن تو دهنشون، نمیدونم
هیچ اتفاق بدی هم شاید براشون داغل اونجوری که فکر میکنن نیفته. ولی مضر دروغ برای اصلا به لحاظ علمی ثابت شده که برای بدن مضر. برای بدن بدن اینتگریتی احتیاج داره، بدن صداقت احتیاج داره. اون کاگنیتیو دیسوننتی که ایجاد میشه یکی از اصلی ترین جاهاییش که ایجاد میشه دروغه، که تو میدونی یه کاری درسته داری یه چیز دیگه میگی. بذار چی چالش بود، چون اینا باید حتما اینا رو خیلی خیلی جای خوبی هست. منم اکسایتد میشم وقتی جای خوبی هست. نه آخه دروغ رو وقتی صرفا دروغ میگیم مشکلش اینه که احتمالاً یه توافق کلی سر اینکه دروغ گفتن بده داریم. مهم سر اون اکسپشنال، اون جایی هست که ما فکر میکنیم اینجا رو میشه دروغ. خب برای همین اون تعریف کلی رو گذاشتیم دیگه، که هر رفتار آگاهانه ای که به نیت گمراه کردن طرف مقابل انجام میشه دروغه. مثلا اگر بگو مثلا اگر فرض کن یه مثالی که ما چیز داریم که فلسفه که خیلی هم کانتروورشال است که میاد در مقابل این نوعی که نگاه میکنی، نوع فلسفه کانتیه که میاد میگه که دروغ همیشه بده، در هر شرایطی بده، حالا دلایل خودشو داره. در قبالش میبینی همچین سوال میپرسی آقا مادر تو روی یه کسی متوجه روی تخت بیمارستانه، تو به خاطر نجات دادن اصلا به خاطر روحیش بهش دروغ ممکنه بگی، تو به خاطر نمیدونم برای که دارو براش بگیری به یه نفر بری یه دروغ مصلحتی بگی که فقط یه چیزی بدونی که به کسی دیگه ضرر برسه بتونی به این یه کمکی بکنی. خب یا مثلا مثال خیلی کلاسیکش اینه که تو زمان نازی‌ها یه سربازی از نازی‌ها فرار کرده رفته تو خونه تو قایم شده، نازی‌ها میان در خونه‌ت میگن این سرباز اینجا قایم شده، کانت میگه تو حق نداری دروغ بگی. تو از اون بر نگاهی که نتیجهش رو داریم میبینیم میگیم آقا برمیگریم میگیم آره، چون میدونیم اگه بگیرن برای اعدامش میکنن. به نظرم میاد بیشتر دروغای ما از بدخواهیمون نیست، از اینجایی که فکر میکنیم کار خوبی از توش میاد بیرون. آخه برعکسه آقا، من این حرفو میزنم، اگه داری جون کسی رو نجات میدی دروغ میکن. حالا بذار کمش بکنیم اول. آخه ما سر اینکه خودمون رو بهتر، قیمت کفششو میپرسن طرف دروغ میگه، اینکه بچه کجایی رو دروغ میگه. ما خیلی از دروغامون به خاطر فقط بهتر جلوه دادن خودمونه. لااقل اونا رو نگیم آقا اگر شما داری با دروغت جون یه نفر رو نجات میدی، اوکی تو اون کیس دروغ بگو. حالا برای اینکه از این تله فکری هم بیرون بیایم که اگر توی یه کیس به خصوص داری جون 5000 نفر، اوکی اونجا دروغ بگو. اوکی اونجا دروغ بگو. دروغایی که معلومه فقط از سر خودخواهیه، فقط برای منفعت شخصیه، برای پولیه که میخوای به دست بیاری، ارتباطیه که میخوای به دست بیاری، مخ یه نفر رو بزنی، میخوای نمیدونم خودتو بهتاج، اونا رو فعلا کم کنیم. حتی اگر به کسی ضرری نمیرسونه، مثلا دروغای سفید. خب حتما میرسونه. آخه بس هم اینجاست، چون در ظاهر نمیرسونه به این معنی نیست که نمیرسونه. بذارین بهت بگم، من توی روابطم همیشه دروغ میگفتم و کلن کسی بودم که خیلی تو روابط صادقانه نبود رفتارش به اشکال مختلف، و فکر میکردم که این دروغا مسئله ای نداره، که مثلا من دوست دختر داشتم مثلا به هم زنگ میزد میگفت کجایی، بعد من مثلا عباس آباد بودم بهش میگفتم میردامادم، اصلا بدون دلیل دروغ میگفتم، اصلا برای اون فرقی نمیکرد من کجام، ولی من دروغ میگفتم چون فکر میکردم من نمیخوام مثلا دقیق بهش بگم یا هر چیزی. یا میگفت مثلا ما خونمون مثلا سهروردی بود، میگفت کجایی، من میگفتم مثلا خونمون میگفتم میدون محسنیه. خب این معلومه به خاطر اینه که خودمو مثلا ماشین بابامو میگفتم ماشین خودمه، از این جور چیزا فراوون و ببر تا all the way خیانت کردن و چیت کردن و همه اینا. خب بابتش خوشحال نیستم، ولی خوشحالم که دیگه نمیکنم حالا. و من فکر میکردم که من از این طریق دارم دخترها رو در واقع مجاب میکنم که با هم دوست شن. این روش من بود برای اینکه دخترهایی رو که دوست داشتم متقاعد کنم که با هم دوست شن. و یه لحظه فقط اینجای پرانتز باز کنیم، نگاه کن چقدر توش lack of self esteem، چقدر توش کمبود عزت نفس هست، که من اون چیزی که هستم کافی نیست، باید به خودم چیز میز اضافه کنم تا این از من خوشش بیاد، و این که این از من خوشش بیاد برای من یه موفقیت بزرگه. همه اینا اون پرمیساس، همه اونا این فرضاییه که ما در نظر میگیریم که به خاطرشون دروغ میگیم. آخه با این فرض تو پس الان آرایش کردن یه دروغه؟ حالا بذار الان در مورد این چیزی که داریم صحبت میکنیم. نه آخه میدونی چرا؟ هر زمان تو یه متری گذاشتی که هر زمانی که ما از اون چیز، من دارم از این سعی کنم نه به هیچ عنوان آرایش کردن، به هیچ عنوان دروغ نیست. خب میخوام بگم یعنی هر زمانی که ما خودم، پس اونجایی که ضرر نداشته شه ما خودمون رو به دروغ بهتر نشون بدیم، خب
این یه رفتار اخلاقی غیر اخلاقیه. چون من دارم میگم که بیام میگم حرف برگردیم به جلسه قبل به جلسه قبله که ما گفتیم که قبلا دین بود به ما میگفت آقا این کارو کنی کار خدا وایساده همه جا اینا. وقتی ما میخوایم یه جایگزینی برای اون رفتار اخلاقی بدیم، یه نفر در خلوت خودش باید ببینه که چرا. چون من خیلی دوست داشتم که مثلا یه سری دوستای عزیزی هم داشتم، خیلی آدمای خوش نیت، مثلا یعنی آدمایی که واقعا خیلی خوب بودن ولی پر از دروغای سفید از این جنسی بودن، خب که میگفتن به کسی ضرر نمیزنه ولی من میگم چون من رو کمک به من میکنه که من برم جلو. مثل آرایش کردن، آرایش هم فقط آرایش خانوما نیست، هر نوع آرایشی. آرایش یعنی تو آراسته کردن یک چیزی بهتر از اون چیزی که شاید هست. خب نمیگم بده یا خوبه، ولی میگم این کاره هم میتونه یه جن... مثلا تعارف کردن، مثلا اینکه تو کرنش بکنی. من دیگه میگفتم بذار من اونو بگم، ببین بذار اینو بذار دروغو به یه جایی برسونیم، چون واقعا معلومه آرایش کردن چه ارتباطی داره به دروغ گفتن. آرایش کردن من معلوم موامو درست کردم اومدم اینجا و بگم چون موامو درست کردم دارم دروغ میگم، بحث خلاف واقع گفتنه، بحث دقیقاً متضاد حقیقت مطرح کردنه. اینکه من خونمون سهروردیه بگم محسنی، این دقیقاً خلاف واقعه، ولی اینکه موامو بدم کنار حالا برای خانوما میخوان آرایش کنن. بابا من مثل دختره ده آرایش رو پاک کرده شد نگاش بکنه قربونت برم، چی میگی؟ مگه میشه دروغ نباشه؟ معلومه که نیست. این چه دروغیه؟ تو میتونی خودت، تو میتونی لباس تو یه جور خوشگلتر بپوشی، این ولی اگه برگردی بگی نه این صورت واقعی منه، اون دروغه. میشه چیزی که خلاف واقعه رو بگی واقعه. خب حتی من میتونم مثلا حالا بریم سراغ صحبت و من احساس فقط دوست دارم اینجا یه لحظه اون پرانتز، هنوز تو پرانتز بودم که در واقع سوالت مطرح کردی. پرانتز اینه که نگاه کن چقدر توی دروغ عدم اعتماد به نفس، عدم خوددوستی، عدم پذیرش خود هست، که من یک خودم انقدر بد میبینم که باید دروغ بگم که دوست داشتنی بشم. خود من که دوست داشتنی نیستم، دیوونه است مگه دختر منو با این خونمون اونجا و بابا مینه و مامانم اینه و ماشینم هم اینه مگه دیوونه است که منو دوست داشته باشه؟ پس این یه فرض اولی است. خب فرض دومیه اینه که فرض دوم اینه که بودن این آدم تو زندگی من برای من یه موفقیته و یه چیز خیلی مهم و خوبه که میخوام به دست بیارم، که اینم غلطه، اینم غیر ضروریه، اینم غیر واقعیه بر اساس یه سری فرض غلطه. خب و بعد روابطی هم به دست می آوردم و احساس می کنم که در نهایت همشون هم می دونستن که دروغ میگم. خیلیشون هم بعدا به هم گفتن، بعدا که با هم به هم زدیم بهم گفت من می دونستم خونتون اونجا نیست تمام مدت، ولی چیزی نگفتم چون نمیخواستم دنبال جرابست بگردم و چون اگه می گفت به هم اون موقع چهار تا دروغ دیگه هم باید سوار میکردم و همیشه تو اینو می دونی که وقتی یه دروغ میگی چهار تا دروغ دیگه باید بگی که ازش محافظت کنی و زندگی پیچیده میشه و هم و بعد یهو می بینی 40% انرژی ذهنت برای مینتین کردن یه دروغیه که گفتی و این جمله مارک توینه که اگه دروغ نگی هیچی رو نباید به یاد بسپاری و زندگیت ساده میشه. اما اینو خیلی دوست دارم که واقعا زندگیت ساده میشه. و بعد من اومدم امریکا و همچنان اون دروغا رو میگفتم و حالا این بار به این شکل بود که یکی ازم میپرسید کشورت، مثلا داشتم دخترها رو تو بار پیکاپ میکردم بهم میگفتن کجایی، دروغ میگفتم و خیلی برای من سخته که اینو دارم الان جلوی دوربین میگم ولی دوست دارم اتفاقا به یه جایی برسیم ازش. پس یه مقدار قشنگ قشنگ و دروغ میگفتم و بعد فکر میکردم که خب نه من به خاطر اینکه تو تگزاسم باید خودم محافظت کنم، اینا اگه بگم ایرانی هم مثلا من حرف نمیزنم. همش همون داستانایی که باعث میشد اونجا محسنی و سهروردی رو بگم محسنی، اینجا باعث میشد ایران رو بگم مثلا فلانجا. خب و بعد حالا بعضی موفقیت هم داشتم، بعضی دختران بالاخره اوکی بودن ولی من احساس میکنم تو لول انرژی آدم ها پیکاپ میکنن وقتی بهشون دروغ میگی و اینو بعدم متوجه شدم. و بعد یه روزی، همون روزی که بهت گفتم، تصمیم گرفتم دیگه دروغ نمیگم و واقعا از اون روز شاید 6 تا دروغ گفتم و خیلی دروغایی که اصلا دهنم پریده و اتفاقا تلاش میکنم وقتی دروغ میگم بعدش اصلاحش کنم. خب حالا چیزی که میخوام بگم اینه وقتی دروغ گفتن رو متوقف کردم به شکل عجیبی حتی تو ارتباط با دخترها به مراتب موفق‌تر شدم. کسایی که اصلا قبلا اصلا تصور نمی‌کردم برای چی باید من خوشش بیاد،
میرفتم صادقانه بهش میگفتم بچه اینجام اینجوری هم انقدر وقت اومدم این کارم اینه کارم اینه اینه ده 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 همه چی رو صادقانه و اصلا شده بود بازی برام که حالا که من انقدر به اون روش عادت دارم بذار ببینم میتونم این کارو بکنم و شده بود یه بازی و هر بار هر چی صادقانه تر رفتار میکردم بیشترم خوششون میومد بیشترم و این هی به من اعتماد به نفس بیشتری میداد و انگار همه اون آبرو و اعتباری که به خاطر سالها دروغ گفتن از بین رفته بود کم کم دوباره ساخته شد. ضرره که بهت میگم اینه که ما اعتبارمون رو پیش خودمون از دست میدیم وقتی دروغ میگیم، آبرومون پیش خودمون میره، چیزی نیست که کسی بتونه ثابتش کنه، بابتش زندان هم نمیری، ولی یه ضرریه که در طولانی مدت متوجهش میشی و من دیدم کسایی که زندگیشون به خاطر دروغ خورد خورد از هم پاشیده، کسی دیگه به حرفشون اعتماد نمیکنه، کسی دیگه نمیتونه به حرفشون رو حرفشون حساب کنه، نه تنها کسی بلکه خودشون. این یه مثال اکستریم بزنم برای خودم خیلی جالب بود. یه خانومه تو چین یک شوهرش ازش شکایت کرده بود به خاطر اینکه این خانومه اینقدر جراحی کرده بوده و زن باشه ازدواج آقای باشه ازدواج کرده و بچه داشت شده و بچهش رو خیلی زشت شده بود. خب و این شکایت کرده از زنه که این زنه منو گول زده بوده که اینقدر به من گفته بوده یعنی من فکر کردم خوشگله. حالا آراستن یک کانوتیشن پازیتیو داره ولی دروغ گفتن یک کانوتیشن نگاتیو داره، ولی انگار یه مرزی وجود داره خب که اون مرزه اون جایی هست که مشکل ساز میشه، اون جایی که یه موقع ما این رو به عنوان آراستن در نظر میگیریم، به عنوان احترام در نظر میگیریم، به عنوان ادب در نظر میگیریم، به عنوان اینکه مثلا من دارم میگم آقا جون میری تو این جمعه ادب رو رعایت کن یا مثلا احترام بذار به بزرگتر، یا مثلا دارم میگم ما اون موقعی که حجاب خیلی پررنگتر بود خانواده ما هم خانواده محجبه بودن، بعد حالا اکس من یا کسای دیگه که حجاب نداشتن وقتی میخواستن توی جمع بیان خانواده ازشون انتظار داشتن که احترام بذارین و حجاب بذارین بیان اینجا. تو کلیسا اینجا میری میگن احترام بذار. میخوام ببینم که این احتراما کجا میشه، چون به نظرم میاد که ما ناخودآگاه به خاطر که این مرزها رو خوب پیدا نکردیم یه سری انتظارها و توقعات از همدیگه بیجا داریم که نهایتا باعث خشونت و بدرفتاریمون نسبت به همدیگه میشه، یه جاهایی داریم ازش سوء استفاده میکنیم برای که خودمون رو بهتر نشون بدیم و یه جاستیفیکیشن های عجیب غریبی برای هر کدوم از کارهایی که داریم میکنیم برای خودمون ساختیم و پیدا کردیم. حالا اینا رو باید چیکارش کنیم که توی ساختاری که قانون که داره کار خودش رو میکنه، دین رو هم که گذاشتیم کنار، میگیم برای خودمون ضرر داره، ولی من مطمئنم آدم ها میتونن برای خودشون خیلی ساختارها و جاهایی پیدا کنن که بگن این برای من الان سود داره. آره در طولانی در کوتاه مدت میتونه سود داشته باشه، ولی بحث اینجا اینه که ما واقعا آخه ببین ما واقعا نمیدونیم چی برامون خوبه و بعد بر اساس اون بینش کوتاهی که مثلا من میخوام یه حالا من هی مثلا میرسم تا این صحبت کردم با دخترها، تو میخوای یه دختری رو به دست بیاری و برای به دست آوردنش دروغ میگی و بعد اگه ازت بپرسن چرا میگی خب میخواستم با هم دوست شه و بعد یه نفر بعد از تو بپرسه که از کجا میدونی دوست شدن با این دختر برای تو خوبه؟ از کجا میدونی این آدم بودنش توی زندگیت خوبه؟ تو تصورت اینه که برات خوبه، برای همین به خاطرش دروغ میگی. تو تصورت اینه که من اگه بتونم بگم این ماشین گلگیرش رنگ نیست و 5 میلیون بیشتر بگیرم این برای من خوبه. تصورت اینه که این برات خوبه. از کجا میدونی اون 5 میلیون بیشترش برات خوبه؟ حالا این یه بحثیه که میشه داشت، ولی ببین بیا اینجوری شروع کنیم. دروغای واضح 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 داریم خب که کاملا دیگه روشنه که دروغه، دارم گولت میزنم که یه چیزی رو ازت بدزدم یا مثلا با یه نیت بد یه چیز غیر واقع بینانه میگم، از این سر تا میایم بعدا تبدیل به دروغای کوچیکتر میشیم و دروغای سفید و دروغای مصلحتی و بعد میرسه حالا به آراستن و چیزای از اون دست. خب آره، پس من اول مجدد ما قرار نیست توصیه داشته باشیم، ولی من واقعا حرفم اینه که اگر میتونیم این خطر رو تو زندگیمون یکم بیاریم جلوتر، بگیم آقا من لااقل دروغای واضح برای منفعت شخصی دیگه نمیگم. حالا اینکه اگه یه جاهایی خیلی پیچیده شد مثلا بابات میخواست دیسونت کنه و میخواست آقت کنه و تو مجبور شدی بگی من مشروب نمیخورم، باشه اونجا اشکال نداره، ولی بیایم کمتر کمتر کمترش کنیم. این فقط نکته اول و حالا بیا در مورد اون صحبت کنیم. من واقعا به نظرم اینکه من مثلا
نه مثلا مشروب میخوردم، الان نمیخورم. حالا الان که خیلی کمتر، منظورم اینه که میخورم خیلی کمتر، ولی یه زمانی میخوردم. و بعد بابا بزرگی نه، من مذهبی بودم و بعد من مثلا جلوی بابا بزرگم نمیگفتم که مشروب میخورم. و من به نظرم این واقعا دروغ نیست. من دارم احترام پیرمرد رو نگه میدارم، میدونم که دوست داره فکر کنه نوش کسی، دروغ نمیگفتم و اگه ازم میپرسید شاید راستشو میگفتم، ولی نمیشستم هم ازش تعریف کنم. و اتفاقا این اتفاق برای منم افتاد که مثلا دوست دختر رو میخواستم ببرم پیش خانوادم، ازش خواستم اگه برات مسئله ای نیست، که برای اونم نبود چون تو خانواده خودشون هم عادت داشت، گفت باشه یه روسری میندازم سرم اگه بابا بزرگ تو خوشحال تر میشه، اگه بابا بزرگ تو راضی تره. من واقعا اینو دروغ نمیبینم، شاید هم اشتباه میکنم. لطفا تو بهم بگو آیا به نظر این دروغه؟ بذار توصیه که نمیکنم، من کاری که خودم میکنم که فکر میکنم خیلی هم خودخواهانم به خودم برمیگرده، من سعی میکنم آدم جنیوینی باشم، چون فکر میکنم نهایتا من از این جنیوین بودن ارتباطات قوی تری میگیرم و آدما بیشتر رو من حساب میکنن. و مترم هم اینه که کلا جامعه ای که توش آدم ها بتونن روی قول های هم، یعنی میخوام از اون نگاه بیگ پیکچر به رفتار فردی و وظیفه فردیم برسم، وقتی که من فکر میکنم که این کانت یه مثال خوبی داره برای تشخیص رفتار اخلاقی با ضد اخلاقی، میگه که برای اینکه ببینید یه رفتاری اخلاقی هست یا اخلاقی نیست، بیاین فرض کنین که همه آدم های اون جامعه اون رفتاره رو انجام بدن، بعد ببینین که آیا اون رفتاره باز هم فانکشن خودش رو خواهد داشت یا نخواهد داشت. اگر فانکشنش رو خواهد داشت پس این رفتار اخلاقیه، اگر فانکشنش رو نخواهد داشت این رفتار غیر اخلاقیه. مثال میزنه، میگه که اگه همه آدم های دنیا دروغ بگند دیگه کسی حرف کسی رو باور نمی کنه، بنابراین دروغ گفتن برای فریب دادن یه کسی که یه منفعتی گیرت بیاد، این دیگه اون فانکشنر رو نخواهد داشت، چون آلوده هیچ کس حرفت رو باور نکنه، بنابراین این رفتار غیر اخلاقیه. ولی اگه همه راست بگن، همه راست همدیگر رو باور میکنن و راست گفتن هنوز فانکشنال داره، پس بنابراین این رفتار اخلاقیه. حالا من میخوام اینو بس بدم به جامعهمون، من میگم اگر تو جامعه ما، جامعه خودمون از ایمیدیت فامیلیمون گرفته تا جامعه ایرانمون، ما آدمهای متعهدتری سر حرفا و قولها و تفکراتمون باشیم، یعنی اونم یه بخشی از اونه دیگه، دروغ گفتن یه بخشی از اینه که تو متعهدی داری اون چیزی که میگی تضاد با اون چیزی که پریتند میکنی یا تمارز داری میکنی، اینا دوتا با همدیگه تناقض نداره. من فکر میکنم این باعث میشه که جامعه بتونه، همون حرفی که اول زدیم تو جلسه قبل، بتونه ساختارهای منسجمتر و پیچیده‌تر و بزرگتر و فاخرتری درست بکنه. از این منظر فکر میکنم که در فردیت من و در تعامل من ممکنه دروغ گفتن تو کوتاه مدت به من منفعت برسونه، ولی هرچی به بلند مدت تر میره انگار دروغ گفتن تأثیر مخربی داره. من ممکنه امروز به تو دروغ بگم، یه کاری رو پیش ببرم، ولی دیگه تو رو حرف من حساب نمی کنی در آینده، اعتبار من کمرنگ میشه. من ممکنه پول یه نفر رو بگیرم فردا بهش پس ندم، ولی به مرور زمان دیگه کسی من پول قرض نمیده. من ممکنه با چند تا رابط برم مثلا توی شهر، حالا یه کسی ممکنه بگه من فلان کارم پیش میره، ولی من یه خورده آدم، آقای لایقمشه یه حرف خوبی زد، میگفت با نگاه خودش میگفت تو روز قیامت تو رو به خاطر این پانیش نمی کنن که کم که چرا هرس زدی، میان پانیشت می کنن که چرا اینقدر کم هرس زدی. تو این دنیا که اینقدر چیزای خوب و اینقدر چیزای بزرگی هست، چرا داری با این چیزای مسخره خودت رو قانع می کنی؟ بنابراین من خیلی آدم حریصیم، دوست دارم با چیزای بزرگ دست بندازم. فکر می کنم این کوچیک نگاه کردنه و خودم رو خرج کردن برای چیزای کوچیکه. من فکر کنم حد خودم آوردم اونجا، انقدر اندازم. من اگه دنبال یه چیز بزرگم، دنبال یه اعتبار بزرگم، دنبال یه کانکشن قوی هستم، دنبال یه دوستی عمیق هستم، دنبال ساختن یه شرکت بزرگ هستم، دنبال بودن یه آدم به عنوان یه دخترباز قهار میخوام باشم، دو بار با دروغ کارت پیش میره، سه بار پیش میره، بعد اعتماد به نفست نسبت به خودت کم میشه، حالت از خودت به هم میخوره، بعد میدونی تو با خودت کنار بیای برای اینکه بری با اون، حالا با سه بارم با دروغ پیش بری. بنابراین من فکر میکنم اگه بزرگ فکر کنی دیگه دروغ گفتن اون فانکشنر رو نداره. آره من قشنگ یعنی خیلی 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 جای قشنگی رسیدیم که انگار از جوانب مختلف
یه موضوعی رو برای اولین بار منسجم نگاه کردیم. عالی. همیشه تاش به هم حضور علیرضا یعنی بخاطر حضور رضا. حضورش. رضا اصلا فضا رو عوض کرده. دمت گرم. باحال بود. حالا بیشتر در موردش صحبت می‌کنیم دیگه. آره. حالا این فلان فکر کنم می‌تونیم سوال‌ها رو بگیریم از بچه‌ها. کامنت بذارین دیگه دوستان، بچه‌ها کامنت بذارین، حرفی هست، نظری دارین لطفاً در قالب بحث و در قالب اون چیزی که هست لطفاً ما رو لطفاً به چالش بکشین، چون گفتگویی که فقط دو نفر بیان حرف هم دیگه تایید کنن خوبه. مرسی مرسی، ممنونم. خب برنامه رو دیدیم، دوست داشتین، امیدوارم که خوشتون اومده باشه. لطفاً نظراتتون رو برام بفرستین که خودتون میدونین که نظراتتون خیلی برام مهمه، در روند تولید برنامه کلی به ما کمک میکنه. مراقب خودتون باشین، تا برنامه بعد در ارتباطیم.